دوستان و شنوندگان عزیز سلام، وقت شما خوش. در 8-9 روز گذشته دو حادثه خیلی خیلی مهم در ایران اتفاق افتاده. یکی مسئله سقوط این هواپیمای اوکراینی بود با تعداد زیادی از مسافرینش متاسفانه همگی به دردناکترین شرایطی جان خودشون رو از دست دادن. یکی دیگه هم مسئله ترور جنرال سلیمانی بود توی عراق. یه نگاهی به این دو حادثه میکنیم و کمی راجع به اینها صحبت میکنیم. یکی در مورد اولی که همونطور که شاهد هستید هواپیمای اوکراینی مورد اصابت یک موشک از طرف ایران قرار میگیره و تمام سرنشینان آن متاسفانه به طرز فجیعی کشته میشن و تعداد زیادی از این مسافرین هم سرمایه های انسانی ایران بودند که بدبختانه از بین میرن. البته سرمایه های انسانی ایران از روز روی کار اومدن جمهوری اسلامی به خاطر اینکه یک حکومت کاملا قرون وسطایی است، متاسفانه مردمی که در ایران درس میخونن، تحصیل میکنن و تخصصی و توانایی هایی به هم میزنن، به جای اینکه بتونن از این تخصص و توانایی ها در ایران و برای مردم ایران ازش استفاده بکنن، به خاطر این خصلت قرون وسطایی جمهوری اسلامی مجبور به ترک ایران میشن و اون توانایی ها و اون تخصص ها و اون سرمایه ها را در اختیار کشورهای دیگه میذارن. منتها در این مورد متاسفانه این سرمایه های انسانی جان خودشون، نه تنها توانایی و تخصص ها که جان خودشون هم از دست دادن، به یکی از جگرخراشترین در واقع سوانح سالهای اخیر بود که توی ایران اتفاق افتاد. نکته‌ای که در این کنار متاسفانه قضیه رو تلخ‌تر کرد این لاپوشانی و گربه‌رقصانی جمهوری اسلامی بود که به جای اینکه روز اول و خیلی واضح و روشن بیاد و بگه که چه اشتباهی شده، چرا این اتفاق افتاده، سعی کردن اونو مخفی کنن، بپوشونن و این امید که کسی از این سردر نیاره در واقع. و البته این سوانح صنعتی و حوادث این شکلی متاسفانه گاه و بیگاه در این ور اونور دنیا رخ میده. یه نمونش مثلا در روز 17 جولای سال 1996 بود که یک هواپیمای متعلق به شرکت TWA پرواز شماره 800 از فرودگاه بین‌المللی جان اف کندی تو نیویورک بلند شد که بره به طرف روم. بعد از 12 دقیقه که بلند شده بود از زمین سقوط کرد توی اقیانوس اطلس و تمام 230 نفر مسافرین این هواپیما کشته شدند. از تشابهات حیرت انگیز هم این که موقعی که اون اتفاق افتاد مقامات آمریکا هم سعی کردند که اون داستان را به نقص فنی هواپیما نسبت بدن، تا اینکه بالاخره آقای پیر سالینجر که رئیس دفتر سیاسی شبکه خبری ABC در فرانسه بودند فاش کردند که نه، یک موشک نیروی دریایی آمریکا بوده که به اون هواپیما خورده و اونو سرنگون کرده. البته اون هم نه اینکه عمدن این کارو کرده باشن را از روی قصد، بلکه از سر اشتباه و از همین سوانح این شکلی پیش میاد باعث اون داستان شده بود و دیگه بعد از اون نتونستن قضیه رو مخفی کنن و مجبور شدن این واقعیت رو به مردم بگن که بله یه موشکی خورده و باعث مرگ این تعداد افراد شده. مورد بعدی برمیگرده به ترور جنرال سلیمانی، قاسم سلیمانی، که با یک هواپیمای مسافربری برای یک ماموریت دیپلماتیک میاد به عراق تا گویا نامه‌ای را از طریق عراق به عربستان سعودی برسونه که ظاهراً یه مذاکراتی شروع کردن که اختلافاتشون رو با هم حل کنن، که در اونجا از طرف آمریکا ترور میشه و از بین میره سلیمانی. در مورد سلیمانی صحبت این هست که گویا ترامپ به این دلیل این کار کرده که اطرافیانش بهش گفتن اگر این کار رو بکنیم این زهر استیزاهی که داره ازش میشه توی کنگره آمریکا رو ازش بگیرن و سعی کنن محبوبیتش بیشتر بشه و فشار روش کمتر بشه به خاطر کاری که میکنه. و سر اینم یه دروغی بافتن که
سلیمانی قصد داشته یه حمله قریب الوقوعی به سفارتخانه‌های آمریکا یا منافع آمریکا در منطقه بکنه، که بعدن که در مقابل سوال خبرنگارا قرار میگیرن جواب‌هایی که میدن اونقدر بی ربط و اونقدر بی اساس بوده که حتی نمایندگان جمهوری خواه سنا هم از حزب ریپابلیکن حرفا را قبول نمی کنن و میگن که اینها دارن دروغ میگن، حرف علکی میزنن، و کار به جایی میرسه که حتی شبکه خبری فاکس که یکی از پرطرفدارترین شبکه‌های خبری طرفدار ترامپ هست، می‌بینیم که از طرف مجریان این برنامه مقامات دولت آمریکا مورد سوال قرار می‌گیرند که چرا در این مورد دروغ گفتید و واقعیت رو به مردم نگفتید. و اما چرا سلیمانی را ترور می‌کنند؟ حالا غیر از این که می‌تونسته همین حرفی که اینها می‌زنن باشه که بتونن یه محبوبیتی برای ترامپ در دل این داستان استیزاهی که راه افتاده براش جور کنن، ولی به نظر من قضیه از این ریشه دارتر است و اگر اینها الان هم این کار رو نمی کردن، دیر یا زود به خاطر کینه‌ای که از او به دل داشتن حتما این کار رو می کردن. و ما چرا ازش کینه به دل داشتن؟ برای این کار یه فلشبک بزنیم، یه خورده برگردیم به عقب. قبلا در یکی از این برنامه‌ها گفتیم که در دهه 1970 میلادی یک موضوعی تو آمریکا مطرح شد به اسم بحران دموکراسی، Crisis of Democracy، که در این مورد گفتم اون آقای پال ساموئلسون اقتصاددان معروف دانشگاه هاروارد در این مورد مطالب زیادی نوشته بودن و دیگران هم البته بودن، و خلاصه صحبت این جماعت از بحران دموکراسی این بود که مردم این روزها در موقعی که میخوان رأی بدن یا میخوان حرف بزنن یا چیزی بنویسن یا کاری بکنن، اون حرفهایی که ما میخوایم نمیزنن، اون مطالبی که ما میخوایم نمینویسن، اونطوری که ما میخوایم رأی نمیدن و نظر نمیدن. و به نتیجه از اون سال به بعد تصمیم گرفتن که یک سیاست فعالانه ای را برای شستشوی مغزی مردم آمریکا به پیش ببرن که اونها را به طور غیر مستقیم در واقع هول بدن به طرف این که منافع و مصالح هیئت حاکمه آمریکا تأمین بشه، نه منافع و مصالح مردم آمریکا. و در این زمینه به نظر من بسیار بسیار هم موفق بودن، کما اینکه در طی چند دهه گذشته میبینیم که مردم موقعی که میرن پای صندوق‌های رأی، حالا چه بخوان شهردار انتخاب کنه، چه سناتور، چه نماینده مجلس، چه استاندار، چه هر چیزی دیگری، به کسانی که قصد دارن بیان و برای اینها رفاه و آسایش و آرامش تأمین کنند رأی نمیدن و برعکس میرن آرای خودشونو به نفع کسانی به صندوق میریزن که جز تباهی و سیاهی برای مردم آمریکا چیزی نمیخوان، که نتیجه سیاستهاشون هم همین وضعیتی است که این روزها توی آمریکا مشاهده میکنیم. در کنار البته بعد نیست اشاره بکنم که بحران سال 2008، بحران اقتصادی و مالی سال 2008 که توی آمریکا پیدا شد و سیاست‌هایی که برای حل این بحران به کار بردند که همگی به نفع کسانی بود که خود این بحران را ایجاد کرده بودند و به ضرر مردم آمریکا بود که بیشترین ضربه را از همین بحران اقتصادی و مالی خورده بودند، باعث شد که اون شستشوی مغزی که به مردم داده بودند یه خورده در واقع تو اون اعتمادی که پیدا کرده بودند به سیستم و تسلیم سیستم شده بودن، اعتماد و اعتقادشون به سیستم ترک برداره، و نتیجه اون ترک برداشتنها این شد که در انتخابات سال 2016 دیدیم که افرادی تونستن به مجلس آمریکا راه پیدا کنند که قصدشون واقعا تأمین صحت و سلامت منافع مردم آمریکا باشه، مثل خانم کتی پورتر، مثل خانم الکساندریا کورتز، مثل خانم الهان عمر، مثل خانم رشید طالب و تعدادی دیگری از افراد که به این ترتیب به مجلس راه پیدا کردند یا در شوراهای شهر و دیگر مناسب و مقامهای دولتی تو آمریکا تونستن برای خودشون جای پایی برای خودشون پیدا کنن. اینها در واقع نتیجه اون ترکی بود که توی اعتقاد مردم و اعتماد مردم به سیستم پیدا شده بود، و الان سالیان چندین سال هست دیگه واقعا مردمی که اهل تحقیقن میخوان تحولات مختلف رو دنبال بکنن، دنبال اخبار میگردن و میخوان بفهمن دنیا دست کیست،
دیگه به جای اینکه سراغ نیویورک تایمز برن یا واشنگتن پست برن یا وال استریت جورنال برن، میرن سراغ مثلا سایت antiwar.com که یک سایتی است متعلق به لیبرتریان ها و محافظه‌کاران آمریکایی، یا میرن سراغ سایت اینترسپت مثلا، اطلاعاتشون از اونجا میگیرن. و این یکی از به اصطلاح میشه گفت که عوارض بسیار بسیار مثبتی است از ترکی که مردم در اعتقاد و اعتمادشون نسبت به این سیستم پیدا شده که ذره ذره بتونن خودشونو از زیر بار این بختکی که سالیان سال شستشوی مغزی که بهشون داده بودن رو سینه‌شون انداخته بود، خودشونو آزاد کنن و برن به طرف کسانی و سازمانهایی و افرادی که هدفشون در واقع تأمین صحت و سلامت و خوشبختی و رفاه جامعه است. این مطلب رو داشته باشید تا در ادامه این صحبت در گفتگوی دیگری راجع به بحران دیگری که در دهه 1970 پیرامون جنگ ویتنام پیش اومد و تدابیری که برای رفع اون مشکلات پیدا شد که ربط پیدا میکنه به اتفاقی که توی عراق و ترور سلیمانی پیش اومد، اونو در گفتگوی دیگری باهاتون مطرح کنیم. و تا آن زمان شب و روز و روزگاران به همه شما خوش.